پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی. آرش، گفته های مقامات ایرانی و آمریکایی تطابقی با هم نداره در مورد اینکه آیا توافقی هست آیا توافقی نیست و اگر هست به چه شکل و صورتی خواهد بود. فردا حدود 19 ساعت پیش اول عباس عراقچی یه رشته توییت زد و گفتش که بریتانیا و آمریکا باید اینو درک کنند که مسائل مربوط به زندانیان مسائل انسان دوستانه است و نباید ربطش بدن به توافق اتمی یا هر گونه مذاکره اتمی. همین واکنش وزارت امور خارجه آمریکا و سخنگوش نت پرایس رو به همراه داشت که گفته این تلاش عراقچی یک حرکت زننده است برای اینکه شونه خالی کنه از بن‌بستی که مذاکرات در وین داره باش روبرو میشه. نکته جالب در مورد این تبادل روی توییتر این است که برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کلمه بن‌بست یا ایمپاس داره استفاده میکنه در مذاکرات وین. تا حالا هر وقت خبرنگارا ازش سوال میکردن میگفت ما منتظر دور بعدی مذاکرات هستیم. آیا این به معنی این هست که مذاکرات داره از هم فرو میپاشه؟ منتظر خواهیم بود و دید. ولی ما با نزار زکا، یکی از زندانیان سابق لبنانی آمریکایی که در زندان اوین بوده، صحبت کردیم. آقای نزار زکا به نقل از منابع خودش در ایران گفتش که توافقی وجود داشته برای اینکه آمریکا مقداری از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کنه. در ژاپن، در کره جنوبی و در عراق، در ژاپن و کره جنوبی اتفاق افتاده، در عراق آن اتفاق نیفتاده. قرار بوده بعد از اون مبادله زندانیان صورت بگیره، اما الان که دولت رئیسی داره میاد میگوید که الان باید دوباره بیاید از نو با ما توافق کنید و همه این کارا رو دوباره از نو باید توافق بکنید. و دولت آمریکا هم به نظر میاد که جوابش نه هست به این قضیه و میگه به نظر میاد که ایرانی ها دارن شونه خالی میکنن از این مسئله. ممنونم از سارش علی، خبرنگار ما در واشنگتن.